جان جان توی سینش جان 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 یه جنگ ستاره داره جان جان یه جنگ ستاره داره. درود بر شما. دیگر از کشتن نمیگویم، زندگی را زنده میخواهم. رفته ها رفتند با غم ها، شادی از آینده میخواهم. قسمت کوتاهی بود از یکی از اشعار خانم سیمین بهبهانی که در واقع آینه جهان شماره 44 ویژه‌نامه خانم سیمین بهبهانی است. نشریه بسیار وزین و سنگینی که به کوشش جمعی از اهل فرهنگ به سرپرستی آقای دکتر حشمت شهریاری منتشر میشه. مشاوران مطبوعاتی ایشون عبارتند از خانم پیرایه یغمایی از استرالیا، سیاوش آذری از آمریکا و کیخسرو بهروزی از آمریکا. این نشریه شماره 44 و فکر میکنم اگر مایلید که یه مجموعه مقالاتی رو درباره سیمین بهبهانی داشته باشید و مصاحبه مفصلی رو که با او شده، می توانید این نشریه تهیه فرمایید. فوق العاده جالب و خواندنی است. به طور کلی اصولا شماره های مختلف نشریه آینه جهان از شماره 1 تا به حالاش نشریه است درخشان، نفیس و با کار زیاد و قابل ستایشی که برای انتشار اون انجام میشه. اما در این نشریه یک تفاوت اساسی من پیدا کردم با نشریه‌های قبل این مجموعه که اعلام میکنه با کمال تأسف به اطلاع خوانندگان و مشترکان عزیز آینه جهان میرساند که این مجله از لحاظ مالی در شرایط ناگواری قرار گرفته و امیدواریم با پشتیبانی یاران و علاقمندان این مجله در انتشار آن تعویق حاصل نشود. نمیدونم آیا واقعا ما قدر این نوع کارها رو میدونیم. اصلا یک روز اگر قرار باشه فرهنگ نامه کارهای فرهنگی ایرانیان خارج از کشور رو بنویسند، میبینیم چقدر از این نشریات و کارهای فرهنگی مختلف آمده، دوره‌ای رو بوده، به امید یاری هموطنان نشسته و بعد خب هموطنان یا نبودند یا نخواستند یا شرایط مساعدی نبوده، ولی به هر حال رفتند و همه ماجرا تمام شده. امیدوارم عمر نشریه آینه جهان خیلی طولانی تر از 44 شماره باشه و شما هموطنان عزیز برای خواندن مقالات اون اشتیاق نشان بدید، در نتیجه نشریه به فروش برسه و عمری طولانی تر از 44 شماره همونطور که گفتم داشته باشه. و اما امروز در واقع به این نتیجه شاید می شود گفت رسیدند که ارز ایران به طور رسمی قیمتش دو برابر اعلام خواهد شد امروز و فردا، یعنی از 1236 تومان به 2500 تومان خواهد رسید و بانک مرکزی چنین نرخی رو به عنوان نرخ رسمی ارز اعلام خواهد کرد. و بعد در دموکراسی ویژه نوع جمهوری اسلامی، در حالی که عده‌ای از نمایندگان منتسب رهبر آمده بودند که برها رئیس جمهور رهبر رو ازش سوال بکنند، اتفاقی که افتاد این است که آقای رهبر گفتند بازی موقوف، همینجا نگهش دارید، کاری به کار همدیگه نداشته باشید. به دنبال کشته شدن 26 دانش آموز برای دیدار از جبهه‌های جنگ تحت عنوان کاروان راهیان نور، امروز هم اتوبوس دیگری دچار سانحه شد و همین دچار سانحه شدن این اتوبوس سبب شد که 14 مجروح تازه اضافه بشه بر تعداد 26 کشته شده قبلی. و هنوز معلوم نیست آیا تلفات انسانی هم داشته، یعنی کسی هم فوت کرده یا خیر. و خوشبختانه امروز توافقی در مصر برای آتش بس بین حماس و اسرائیل انجام شد و آتش این جنگ و فتنه موقتا خاموش شد. کاش روزی برسه که ملت اسرائیل و فلسطین بتوانند واقعا در کنار هم
زندگی بکنن. اما همونطور که در برنامه‌های قبل اطلاعتون رسوندم، امشب و شما برای لحظه‌ای آقای هولاکویی رو دیدید در موقع صحبت من، امشب مهمان عزیز من جناب آقای دکتر فرهنگ هولاکویی هستند و در ادامه بحثی که هفته قبل با ایشون در زمینه مسئله توطئه آغاز کردیم و به شدت مورد توجه شما بینندگان عزیز قرار گرفت، امشب به بحث دیگری میرسیم، به بحثی درباره عدالت اجتماعی. به راستی مفهوم عدالت یعنی چه؟ عدالت اجتماعی متضمن چه عرصه‌هایی از زندگی اجتماعی ماست که بهش نام عدالت اجتماعی میدیم؟ عدالت اجتماعی آیا فقط توسط دولت‌ها قابل انجام هست، قابل نیل بهش هست، یا مردم هم در اون نقش دارن؟ اگر جامعه آماده تحقق عدالت اجتماعی باشد، آیا فقط خواست دولت ها کافی است؟ خواهش میکنم به تلفن ها جواب بدید. و آیا واقعا این کار کافی است که فقط دولت ها بخواهند، یا ملت ها هم باید به نحوی مشارکت کنند؟ چگونه میشود مشارکت مردم رو در تحقق عدالت اجتماعی فراهم کرد و به اون رسید؟ آیا دموکراسی حتما تضمین کننده تحقق عدالت اجتماعی هست؟ چه فاصله ای هست بین دموکراسی های امروز با دموکراسی هایی که متضمن عدالت اجتماعی باشد؟ آیا ما برای فردای ایران دموکراسی از نوع آمریکا رو می خواهیم؟ و آیا تحقق چنین دموکراسی متضمن احساس زندگی در یک جامعه توأم با عدالت رو به مردم ایران خواهد داد؟ از مشروطیت ایران تا امروز مردم ایران برای عدالت جنگیدند. آیا این عدالت حقوقی منظور بوده، عدالت سیاسی بوده، عدالت اقتصادی بوده، عدالت اجتماعی بوده؟ نقش اخلاق در تحقق عدالت چیست؟ دکتر فرهنگ هولاکویی پس از مشاهده این قطعه که دموکراسی های امروز غرب رو به مسخره میگیره به این سوال پاسخ خواهد داد. Ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons les a crus. Démocratie fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est qu'on met cher compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer. Qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. 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 بینندگان عزیز، این موجود قشنگی که اینجا نگاه میکنید یک ترکیه، تو بندرم بیارید تو لطفا، یک ترکیه که میخواید یه دور دیگه هم این شات رو نشون بدین، دوستان از نزدیک ببینن این ترکیه بسیار زیبا رو. فردا روز سلاخی و قربانی کردن میلیون ها ترکی در ایالات متحده آمریکاست و خلاصه تا دلتون بخواد ترکیای بینوا قتل عام شدن به خاطر اینکه سفره تنکسگیوینگ و شکرگزاری مردم آمریکا پر رونق باشه. حدود 50 میلیون آمریکایی فردا به سفر میکنن، به یعنی امروز سفر کردن به نقاط مختلف آمریکا برای اینکه ایام تنکسگیوینگ رو در نزد دوستانشون باشه. این ترکی، نفکر کنید که ما ضد قتل عام ترکی ها هستیم، بوغلمون ها هستیم. خیلی ما هم اتفاقا امروز در تلویزیون اندیشه متاسفانه به علت اینکه عادت گوشکاری خودمون رو داریم، یک ترکی در واقع قربانی کرده بودند و خلاصه نوش جان کردیم. اما مطلب در اینجا هست که این سلیقه خانم طناز فتحی است. لطف کنید ترکی رو بیشتر نشون بدید. این ترکی قایم شد پشت سی جی ما. این ترکی ابتکار این که ما متوجه شدیم همچین ترکی هست از همکار ارجمند بخش بازرگانی ما خانم طناز فتحی است. بذارید من سلام کنم با آقای دکتر هولاکویی. آقای دکتر سلام. سلام خدمت شما. مشغول شده بودم با ترکی. والا شما باش داشتید ور می رفتید دیگه. البته حسن کار این است که ترکیه شما مثل اینکه نون خامه ای. اتفاقاً یه نمونه همین رو هم ما امروز، یعنی دیروز فکر می‌کنم در رادیو بود و دوستان خیلی زود حسابش رو رسیدم. من آخر رسیدم ولی چیزی ازش مونده بود. بعد فکر کردم شاید این به شکایت آمده به خاطر دیروزی که ما داشتیم. معلومه که خانم فتحی یه دونه هم اونجا بردن یا یه دونه هم اینجا بردن. خانم طناز فتحی که یکی از به اصطلاح کارشناسان و کارکنان بخش بازرگانی ما و بسیار فعال هستند، بسیار حرفه‌ای عمل میکنند و در هر مناسبتی در سال، تنکسگیوینگ، کریسمس، ژانویه، برای کسانی که با تلویزیون کار میکنند با ایشون همکاری میکنند، ایام نوروز، به هر حال یک هدایایی رو همیشه تهیه میکنند و میفرستند. امسال اومدن گفتن به من که چطوره که من از این ترکی بگیرم و بفرستم به عنوان تشکر از صاحبان هرفت، کارشناسان متخصص که با ما در طول سال گذشته همکاری کردند، با ایشون همکاری کردند و بعد به هر حال ازشون سپاسگزاری کنیم. این فکر خیلی خوبیه و این یکی از اون ترکیایی است که توسط خانم طناز فتحی برای حامیان حرفه‌ای تلویزیون تهیه شده و فرستاده شده. خیلی باصدق است. بسیار خوشمزه است. بله. نتفاق نون خامه‌اش هم خیلی خوب بود. ما هنوز برای اینکه نشون بدیم دست نزدیم. من متوجه. ولی بعد از اینکه این مراسم تموم شد
حتما بنده یکی از اینها رو کش خواهم رفت. میخواید شما رو البته اگر شما قول بدید یه دونه من اشکالی باش ندارم. بینندگان عزیز، همونطور که خدمتتون عرض کردم در خدمت جناب دکتر فرهنگ هولاکویی هستیم و قرار است که اگر اجازه بدید من یه احساس ناراحتی وجدان دارم، برای اینکه این ترکیه اگه یک ساعت و نیم اینجا زیر این گرما بمونه دیگه قابل استفاده نیست. بنده این ترکی رو ردش کنم بره توی فریزر و بعد از حضورتون استدعا کنم که به برنامه امشب ما برسیم. خب جناب دکتر هولاکویی، من در مقدمه برنامه برستون رسوندم در واقع مسائلی رو که میخوایم در برنامه امشب بهش نگاه کنیم. اگر موافق باشید شروع بکنیم از تعریف مفهوم عدالت و آیا در ذات طبیعت چیزی به نام عدالت وجود داره یا نداره و آیا عدالت یه پدیده انسان درآوردی است، من درآوردی انسانی است یا خیر؟ گفتگوی راجع به عدالت در مفهوم عمومیش همطور که میدونید یه بحث در حقیقت اخلاقی است که به حریم فلسفه میره، ولی بعداً ما او رو وارد حریم اجتماعی میکنیم و ازش همطور که به درستی اشاره فرمودید عدالت اقتصادی رو داریم، عدالت سیاسی رو داریم و عدالت حقوقی قانونی و قضایی رو داریم بیش از هر چیز دیگر. بنابراین ما یه مفهومی داریم که بعداً در زمینهای مختلف به کار گرفته میشه. مفاهیم کلی و یا تجریدی و انتزاعی که مغز و ذهن انسان میتونن رو بفهمه و به همدیگه مرتبط کنه به یک اعتبار تعریف ندارن، یعنی تعریف به این معنا که جامع، مانع و دقیق باشه اصلا برایشون ممکن نیست. شما درباره تربیت، راجع به عشق، راجع به آزادی هم تعریفی ندارید. بنابراین میشه شرحی داد، توضیحی داد و با اون شرح و توضیح است که من و شما میدونیم و میبینیم راجع به چی صحبت بکنیم. جالب اینه که بعدا به این نکته اشاره خواهم کرد که مطالعات علمی نشون میده بچه‌ها حتی تا سن 4 سالگی کاملا مفهوم تبعیض و تفاوت و نابرابری رو میفهمن، در حالی که موضوع دروغ رو اصلا نمیفهمن. یعنی نشون میده که برخی که اشاره میکنن ماجرای عدالت به عنوان یه اصل اخلاقی یه زمینه ای بسا در فطرت و وجود انسانی داره اونقدر حرف بیخودی نمیزنن، برای که چطور یه کودک 2 ساله 3 ساله مسئله نابرابری و تبعیض رو به عنوان ظلم و زور میبینه و بهش اعتراض میکنه. و اینجا نکته فوق العاده جالبی است. به هر حال میدونید اولین کسی که حداقل در تاریخ ما ازش سابقه ای داریم عدالت رو تعریف میکنه و اون افلاطونه و حرفش این است که دادن حق هر کسی به او یعنی عدالت. این حرف رو بعدن حتی شما در مفاهیم فرهنگی خود ما یا حتی در زبان عربی هم دارید، اعطای کل ذی حق حقه، وقتی حق کسی رو میدید. ولی از نظر علمی و فلسفی یا مبحث مربوط به مفاهیم که اشاره کردید یه دور باطله، برای اینکه حق هر کسی رو بهش بدند که معنای عدالت متشخص بشه، متبلور بشه، خود عدالت ابتدا باید حق رو مشخص کنه که کجاست. بنابراین اصلا یه دور باطله. یعنی اگر هر کسی کوچکتر از افلاطون یه همچه حرفی رو زده بود سالهای سال بهش میتاختن، ولی هزاران سال، شاید 1-2 هزار سالی هیچ کس اعتراضی به این تعریف نکرد. و الا اینکه شما بگید هر وقت حق کسی رو بهش دادید عدالت اجرا شده، این حق چگونه تعریف میشه و مشخص میشه؟ من چندی قبل در یه برنامه فارسی حرف بسیار جالبی رو شنیدم که دوستی که میخواست از شرایط کنونی مخصوصا برخی از دوستان در امریکا دفاع کنه، حرفش این بود که چرا بیان پولای شما رو بگیرن و بدن به فقرا. هرگز به این سوال پاسخ نمیداد که فکر نمیکنید این ثروتمندان اون پولها رو از فقرا اصلا دزدیدند؟ نه تنها دزدیدن، اونها رو شکنجه دادن و ازشون گرفتن، نه تنها شکنجان، اعدامشون کردن و ازشون گرفتن. از کجا شما تصمیم گرفتید این پولا مال ایناست؟ به همین جهت است که امروز بحث عدالت وارد یه حریم دیگری شده که عرض کردم تعریف نیست ولی توضیح بهتری میده. و اون عدالت رو نگفتن دادن حق، بلکه گفتن دادن سهم، یعنی اون شعر هر کسی به او. حتی خیلی راحت میشه به بچه 3-4 ساله گفت ما مثلا 7 میلیارد جمعیت روی کره زمین داریم، هر کسی یه 7 میلیاردیوم خاک مال اونه، آب مال اونه، هوا مال اونه، و
و بچه به راحتی میفهمه. بنابراین من و شما بزرگسالم شاید بتونیم بفهمیش. بنابراین حرکت از لغت حق به سمت سهم و بعدن سهم رو به عنوان حق درآوردن و بعدن کنارش به دلیل مسئله حرمت انسانی و کرامت انسانی مسئله حرمت او رو هم مطرح کردن، یعنی مفهوم عدالت امروز دادن سهم و حق و حرمت هر انسان به خاطر انسان بودنش که بر اساس تعریف بیولوژیکش مشخص میشه. یعنی همینقدر که من و شما انسانیم، میخوایم دانا باشیم یا نادان، زن باشیم یا مرد، کوچک باشیم یا بزرگ، سهمی در جهان داریم. برای این مفهوم عدالت چرخیده به لغت سهم و در اینجا همطور که میدونید شما چه در مفهوم سهم چه در مفهوم حق چند تا از این انتخابا رو میتونید بفرمایید. یکی اینکه بگید مفهوم عدالت یکسانیست، سیمنس. این اشکالش در دو چیزه، یکی اینکه اصولا افراد با هم متفاوتن، حداقل از نظر سن، یکی 2 سالشه، یکی 52 سالشه، یکی 102 سالشه. شما هر عاملی رو در جهان برابر کنید، سن رو نمیتونید برابر کنید، بالاخره شما پدرید و یه موجود دیگری فرزند شماست. دوم، همه چیز به اندازه همه یا با درصدی مشخص وجود نداره که بشه اینو یه جوری قسمتش کرد. برای اگر شما سر یه چهارراهی مغازه‌ای دارید و به خاطر اون موفقید، نمیشه همینجوری 1000 تا مغازه دیگه هم تو اون سر چهارراه گذاشت. بنابراین به خاطر محدود بودن، منحصر به فرد بودن، همونطور که تو ازدواج یه کسی رو دوست داره، ممکنه 4 نفر دیگه هم رو دوست داشته باشن، ما با مفهوم یکسانی، گرچه میتونه برای یه عده‌ای یک ایدئال ناکجا آباد باشه، از نظر علمی ممکن نیست. به همجاست که من در کتاب جامعه امروز 1975 4 بخش رو گذاشتم تحت عنوان آیا نابرابری ضروری است؟ یعنی آیا ما میتونیم یه جامعه بدون یکسانی داشته باشیم؟ و پاسخ بله، ما چاره‌ای نداریم که جامعه رو یکسان نداریم. موضوع دوم برابری است. یعنی شما بیاید اصل برابری رو مطرح کنید. مفهوم برابری رو وقتی با یکسانی یکی ندونید، اون وقت است که شما میگید به یه بچه 2 ساله این رو میدیم، وقتی 2 سالشه، وقتی 22 ساله شد اون رو میدیم، 52 ساله شد اون رو میدیم. برابری رو اینجا متفاوت میکنید، ولی مفهوم یکسانی رو در کل زندگی دارید و میدونید. یکی از حیلگرترین حرفایی که در طول تاریخ زده شده اینه که ما با هم برادریم. نه، ما اول باید با هم برابر باشیم تا اصلا مفهومی به اسم برادری وجود داشته باشه. اگر من برادر شما هستم ولی به شما حق و سهمی نمیدم، زور میگم، برادری من معنایی نداره. به همجاست که اون کسانی که گفتن اصل اول برابری است و بعدن به دنبالش برادری، حرف درستی است. بسیاری از جوامع ادعای اینه که ما با همه با هم برادریم رو گفتم، ولی با گفتن ما با هم برادریم بزرگترین ظلم ها و تفاوت ها و تبعیض ها رو قائل شدن. سومین مسئله این است که این مفهوم برابری یه مقدار بحث و گفتگو داره، حالا به حریم‌های مختلف میشه رسید، به این سادگی ها تحقق پیدا نمی‌کنه، بلکه همونطور که عرض کردم موانع و محدودیت. اینی که یه عده آمدن گفتن نه، ما میرسیم به مرحله عدالت، یعنی تناسب و یا متناسب بودن با رعایت اصل حداقل، یعنی یه حداقلی رو همه خواهند داشت فقط به خاطر اینکه انسانه، میخوان درس بخونن، میخوان نخونن، میخوان کار بکنن، میخوان کار نکنن، و در هر زمینه و حقوقی سر جاش هست از نظر سیاسی، اقتصادی و مخصوصا اجتماعی که بهش خواهم رسید. و یه عده آمدن گفتن نه، که شما تو امریکا الان این سر و صدا رو مخصوصا با انتخابات میدیدید که ما نه دنبال آدم یکسانیم، نه برابریم، نه متناسبیم، ما دنبال یه جامعه متفاوتی هستیم که در این تفاوت آدم‌ها درگیر رقابت و مسابقه بشن و بعداً جایزه‌ای مشخص کنیم که همه رو به کار و فعالیت واداریم و در نتیجه جامعه رو با رشدی که میدیم، وقتی که این پای به اصطلاح بزرگ شد و ثروت افزون شد، سهم اون فقیر بیچاره هم بهشون بدیم. تا اونجایی که شما حرفای خنده‌داری میشنیدید که ما بیایم پولا رو از ثروتمندا نگیریم به عنوان مثلا مالیات، چون وقتی اینا رو پولاشون به عنوان مالیات بگیریم، اینا عصبانی میشن، گویی اینا با پولاشون میتونن چیکار بکنن. آخرش این که پولا رو میذارن بانک، سیستم بانکی پول رو وارد صحنه اقتصادی میکنه. مگر اینکه شما بگید انقدر اینا از یه طرف مخالف اصول اخلاقی انسانی و یا حتی ملی با وجود همه ادعاشون رفتار میکنن که پولا رو برن یه کشور دیگه، پس بنابراین مسائل مشکلاتی به وجود بیارن. بعدم تازه ما با تفاوت‌ها چه بود که مثلا فرض کنید به جای 36 39
درصد مالیات بدن یا ندن که حالا بعدن بهش میرسم. بعد حرفشون این بود که حالا وقتی به این ثروتمندان پول دادید، اینا بعدن کار تولید میکنن، بعدن یه چیزی هم به شما میده، پول شما رو بگیرن برن بدن به یه عده‌ای به این امید که اونا یه کار تولید کنن، یا خودشون کار نمیکنن، خودشون کار نمیکنن، شما رو به کار وادارن، بعد یه مقدار از پولی که از خودتون گرفتن به شما بدن و بعد فکر کنن این یه استدلالی است برای اینکه جامعه حرکت کنه. چرا؟ برای اینکه دو تا فریب اینجا وجود داره. امریکا یه تصویر و تصوری داره که اگر ما در مسیر این اقتصاد آزادی که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل میگه و اون دست نامرئی بریم، شرایط و وضعیتی به وجود بیاره که همه وضعشون بهتر میشه. ما در طول تاریخ و همکنون میبینیم که این دست نامرئی بسیار دزده، این دست نامرئی حریصه، این دست نامرئی حتی به دلیل سازمان و سیستم شرکت ها یا کوپریشن هایی که وجود داره و فصلی حتی حرکت میکنن، تا مرز مرگ و نابودی دیگران برای بالا بردن سود خودشون میرن. در یه برنامه دیگه خدمتون عرض کردم، فرض بفرمایید که کشاورزان یه منطقه امریکا نماینده یا سناتور رو به کاری وامی دارن و این سناتور و نماینده قوانین رو از امریکا میگذرونه که اونا مثلا فرض کنید 1% 2% درآمدشون بهتر بشه، ولی این به هزینه این میمونه که گندم یا محصول کشاورزی یه افریقایی بدبخت که از زن و بچهش زده و این ارده تو بازار برای که بتونه یه دوا بگیره به بچهش بده و دستش میمونه و اون باید بمیره، ولی اینا 1-2% رو داشته باشن. یعنی سیستم بیرحمی که وقتی که به دست نامرئی آدام اسمیت راهاش میکنید و میخواید ثروت رو درست بکنه، کجا این مهربونی نشون داده؟ به آمارا نگاه کنید. 30 سال قبل ثروت امریکاییان ثروتمند 8 تریلیون دلار بود، اون 1% بالا، حالا 40 تریلیون دلار شده، 5 برابر شده. طبقه متوسط و پایین چی؟ هیچی. شما الان نگاه کنید، 1% امریکاییان 33 یا 35% ثروت رو دارن، در حالی که شما 50% امریکاییان رو که نگاه میکنید اون رده پایین فقط 3% رو دارن. یعنی 50% مردم 0.1% رو دارن. حالا شما هنوز باز میخواید این پولها رو بگیرید و اونجا ببرید. بنابراین یک کسانی میخوام این نکته رو، گرچه بر میگرم سراغ مسئله عدالت اقتصادی، میخوام به این نکته اشاره کنم که ما یکی از این انتخابها رو در مفهوم عدالت باید بکنیم. یکسان همه این هم، به همه 1000 دلار بدید، به همه از نظر قانونی یه حقی رو بدید که حالا بهش میرسم، یا از نظر سیاسی همه همجوری بچرخن، همه رئیس جمهور بشن و بیان بیرون. دو، برابری است که ایکوالیتی با مفهوم سیمنس متفاوته، یه قواعدی رو ناچار موجب میشه. سه، بیاد یه حداقلی رو برای همه قائل بشید و بعد اون مازاد مانده رو متناسب بدید. چهار، اینکه بگید نه، ما یه نظام رقابتی و مسابقه میذاریم که بقیه پیش برن. علت چم این است که ذهن بسیاری از امریکاییان ساده لوح اینه که اگر ما هممون کار و کوشش بکنیم میلیونر میشیم. به آمارا نگاه کنید، 1% مردم هستند که تو اون رده های بالا قرار میگیرن و از اینا 0.9% پدرانشون میلیونر بودن. بنابراین از هر 1000 نفر امریکایی، تازه با این شرایط خاصه انفجاری که از نظر تکنولوژی به وجود اومده، 1 نفر از هر 1000 نفر میلیونر شده. ولی امریکایی به عنوان دریم خودش فرضش بر اینه که اگر ما رو آزاد بذارید، تو بگذارید بازار آزار کار خودشو بکنه، قوانین این گونه باشه و دولت دخالتی نکنه و دولت هر چه کوچکتر باشه اشکالی نداره، ما هممون میلیونر میشیم. در حالی که واقعیت این است که میلیونر شدن از یه حدی که میگذره مانند قماره، برد شما مساوی درست با باخت من. وقتی هستالی 50 دلار بردید، من 50 دلار باختم. بنابراین اولین بحثی که در مفهوم عدالت صرف نظر از بحث فلسفی و اخلاقیش هست، این نکته هست که من و شما یکی از این انتخاب ها رو باید بکنیم برای تعریفی که از عدالت داریم. اون وقت است که میتونیم بحث سهم و بحث حق و بحث حرمت رو داشته باشیم. اون وقت است که میتونیم بگیم در چارچوب سیاسی ماجرای عدالت سیاسی و یا اجتماعی چیه، در سیستم حقوقی وضع قانون و اجرای قانون مفهوم عدالت رو چگونه توجیه میکنه، و از همه مهمتر پایه و سیستم اقتصادی است. و البته میدونید و مطمئن هستم عزیزانی هستن که به دلیل نگاه‌های از نظر من تند و افراطی شاید ایدئالیستی
که به نظر خودشون شاید ماتریالیست دیالکتیکه یا مارکسیستی، فرضشون بر این است که مسئله اصلی و اساسی در مالکیت وسایل و عوامل تولیده و بنابراین اصل مالکیت خصوصی رو نفی میکنن و به حساب خودشون از این طریق برابری رو موجب میشن، در حالی که شما میتونید مالکیت خصوصی رو رد و نفی کنید ولی مالکیت دولتی تبعیض و تفاوت رو تو اون کشورهایی که ما دیدیم بیشتر موجب میشه. و بنابراین من وارد اون بحث، چون بحث خاص مقدار تکنیکیه، نمیشم که من اون رو با اجازتون باش کاری ندارم که وارد اون گفتگوی شاید ارائه شده که به شکل‌های مختلف هست از نظر عدالت اقتصادی بر اساس نظریه مارکسیست یا کمونیست بشم، که در حقیقت از هر کس به اندازه تواناییش و به هر کس به اندازه احتیاجش. این یه مقدار با بحث یک انسانی که امروز میشناسیم، با مفهوم کار که در زمان مارکس و انگلس بود و امروز کاملا دگرگون شده، یه مقدار جای گفتگو داره. ولی اگر از اون بحث شاید تون ولی شاید جدی بگذریم، من و شما در یه نظام فعلا حاکم بر جهان، نه نظامی که ادعای کره شمالی است یا کوباست یا تا گذشته های یه ذره نزدیک ما چین بود، ولی به شرایط که نگاه میکنیم این ما امروز در مسیری حرکت میکنیم که یه نوعی از آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی و آزادی و برابری و یا عدالت حقوقی رو داریم، ولی همچنان تفاوت رو و تمایز رو در زمینه‌های مختلف میپذیریم. بنابراین معمولا برای اینکه فقط نظرم رو عرض کرده باشم، بحث عدالت اجتماعی معمولا با بحث در حقیقت عدالت اقتصادی آغاز میشه. و البته این حرف درسته که اگر شما یه حداقلی رو به آدما ندید، در حقیقت هیچ چیز رو به آدما ندادید. شما آدما رو از غذا محروم کنید، از سرپناه محروم کنید، از آموزش پرورش محروم کنید، از بهداشت و پزشکی محروم کنید، دیگه بعدن هیچ چیزی برای اینا نمیمونه که اصلا شکل و فرم انسانیت داشته باشن. بنابراین اون کسانی که معتقدن پایه و اساس عدالت اجتماعی حتما عدالت اقتصادی است، دقیقاً درست میگن. فقط باید مشخص کنن که این رو در یکسانی میبینن، در برابری میبینن، در حداقل با توجه به تناسب میبینن، یا مانند بسیاری از دست راستی های سرمایه دار این مسئله رو در رقابت و مسابقه میدونن که با بیرحمی میتونه موجب مرگ حتی در درون سیستم ها، و هر وقت هم کم آوردن این را به کشورهای خارج ببرن، و حالا که اینجا خودمون کم داریم پس با لشکرکشی و ادعای مالکیت و یا امنیت کشورهای دیگه چیزها رو یا کالاها رو حتی خدمات رو مغزها رو از جای دیگه میگیریم و به اینجا میاریم، و بنابراین تا حدودی وضعیت خودمون رو بهبود میبخشیم. جناب دکتر هلاکوی عزیز، صحبت این است که شما در واقع انواع مختلف شاخه‌های منبسط از عدالت و عدالت اجتماعی رو گفتید، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، اینها رو برشمردید. خب اگه یه جامعه میخواد شروع کنه به طرف رسیدن به عدالت اجتماعی، اولین قدم ها چجوری باید برداشته بشه؟ این خیلی مهمه. خیلی خوب، الان ما از مشروطیت ایران تا امروز صحبت از عدالت میکنیم، اصلا سردر مجلس نوشته بود عدالت، درسته، عدل مظفر برداشته بودن، درسته. این قدم ها رو چجوری باید برد، چجوری میشه برداشت که در این جهت حرکت درستی رو کرد؟ ببینید، شما به عنوان به هر حال یه جامعه شناس، پرسشی رو که مطرح میکنید بحث عمیق و اساسی است. ما برای بهتر کردن اوضاع اجتماعی هیچ وقت نمیتونیم از پایین شروع کنیم امیدوار باشیم که بالا برسه، یا از بالا شروع کنیم امیدوار باشیم به پایین برسه. یعنی من و شما قرار از پایین و بالا در حد فرصت ها و امکانات حرکت کنیم تا اینکه کم کم یک دست اون رو داشته باشیم. مفهوم عدالت رو اگر شما فرض بفرمایید در یه جامعه نگاه کنین، ممکنه در یه جامعه مانند امریکا شما این موضوع رو بیشتر در چارچوب مسئله اقتصادی شروع کنید، در حالی که در یه جامعه دیگه پایه اصلی و اساسی شما سیستم سیاسی است، برای که اونه که منشأ ظلم و زور و بیداده، و یا در یه جامعه دیگه نسبتاً یه حکومت معتدلی دارید که حالا شما از طریق سیستم حقوقی و قانونی باید مسئله عدالت رو به نوعی موجب بشید. چون یادتون باشه در تحلیل نهایی
سیستم سیاسی و سیستم اقتصادی میره روی سیستم حقوقی سوار میشه، یا سیستم حقوقی به عنوان جنبه بیرونی و یا اون مفهوم مادی خودش رو نشون میده. به همین جاست که اولین حرف این است که قوانین عادلانه وضع بشه. این قوانین عادلانه به صورتی که افراد در مقابل قانون یکسان هستند، که این پذیرفته شده، باشون برخورد بشه. اصلی که در این سیستم وجود داره اصل براءت باشه، یعنی هیچ کس گناهکار نیست مگر خلافش ثابت بشه. حق محاکمه علنی و داشتن وکیل مدافع حتی وقتی که فرد هیچ امکان مالی نداره براش فراهم بشه، تا بتونه از آنچه که برابری و عدالت حقوقی برخوردار بشه یا قانونیه، و حتی سیستم قضایی، چون عدالت حقوقی و قضایی و قانونی کمی با هم متفاوت، سیستم قضایی یعنی پروسیجرهای نظام از پلیس گرفته تا دادگاه ها گرفته تا زندان گرفته، این اصول رو رعایت کنه. بنابراین بسیاری از اوقات حرف این است که ما باید از اینجا شروع کنیم به دو دلیل. یکی خیلی ساده تره، تعاریف رو خیلی مشخص کنیم. به همین که شما بسیاری از آدم ها از جمله کسی مثل من رو میدونید که معتقدم موضوع اصلی و اساسی مردم ایران پذیرفتن اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان اساس و پایه قانون اساسی و همه قوانین مدنی یا قانون تجارت یا قانون جزا یا هر قانون دیگری است که یا حقوق دیگری است که مردم دارن. بنابراین اولین قدم ها همیشه با مسئله حقوقی آغاز میشه. معلومه که برای این کار یه مانع شما ممکنه داشته باشید یا نداشته باشید، و اون سیستم سیاسی است. یعنی سیستم سیاسی مسئله باشه، و شما تو صحبت خودتون وقتی در مقدمه بیان فرمودید مسئله رو، حالا شاید فقط ذهنتون به دلیل اینکه روشن بود موضوع رو بدونی که شاید به مسئله عدالت مرتبط باشه، مرتبط کردید به دموکراسی. و آهنگی هم که گذاشتید که من نفهمیدم چون به زبان فرانسه بود، بحث و گفتگوی بود درباره دموکراسی. چرا؟ برای اینکه اصولا حکومت یعنی چی؟ یعنی حکومت مجموعه سازمان‌ها و ارگان‌هایی است که به وضع و اجرای قانون می‌پردازه. پس بنابراین این سیستم حقوقی و قانونی و قضایی که مرکز اصلی است، باید سیستم سیاسی اجازه یه چنین دادگستری، یه چنین قوه قضاییه‌ای که معمولاً بر اساس همون اصول دموکراتیک و اصول حکومت سالم باید تفکیک بشه از بقیه قوا، از جمله مقننه و مجریه، اگر ما اون سه قوه رو داشته باشیم تعریف بشه، یعنی استقلالش رو بتونید شما اون رو داشته باشید. و بعد از اون شما بر اساس این دوتا سیستم حقوقی و سیاسی که درست می‌کنید، حالا اون قوانین، مهم این است که بیان مسئله عدالت اقتصادی رو، با این فرض که شما اصل مالکیت خصوصی محدود، تکرار میکنم محدود نه نامحدود رو، که اگر تو خونه شما زیر خانه شما نفت آمد نفت مال شماست، نه، اون مالکیت محدود که برخی از اوقات شامل حال آنچه که عمومی است نمیشه، یعنی هوا مال کسی نیست، زمین مال کسی نیست، آب مال کسی نیست، انرژی مال کسی نیست، یعنی اینا دیگه طبیعته، کسی که کار نکرده، پدران بزرگ ایشان که زمین رو نساختن، خورشید رو که نساختن، نفت ها رو که در چندین میلیارد میلیون سال قبل درست نکردن که حالا لعنتی ها مالکش شدن، خب اینا مال همه است. یعنی من به عنوان انسان فکر میکنم حداقل در اون چی که جنبه عمومی داره مالکیت نمیتونه معنا داشته باشه. این در اون چی که عمومی در مرزهای ملی یا در سطح جهانی، به طور که در سطح کره زمین، یعنی فرض کن ارز من این است که هوا مال کسی نیست، زمین مال کسی نیست، نفت مال کسی نیست، گاز مال کسی نیست. بنابراین شما وقتی که آمدید ممکنه بر اساس تقسیم کشورهایی که بوده یا شده که کسی هم از قبل برش برنامه نریخته بپذیرید در یه چارچوب محدودی، و بعد به دلیل اینکه صلاح همه هست که اگر چیزی رو اضافه دارن به بقیه بدن و آنچه رو کم دارن از دیگران بگیرن و از همه رو بهتر کنی. شما میتونید اگر یک حکومت جهانی داشته باشید که بسیار ازش دوریم، شما این مسائل یه جور دیگه حل کنید. ولی اگر شما یه بازار بین‌المللی داشته باشید، یه مقدار قوانین عمومی داشته باشید، ما به اون سمت و سو حرکت میکنیم. به طوری که امروز شما یه اتومبیلی که میگیرید، ای بسا از 10 تا کشور یا 20 تا کشور قطعاتش اومده، برای که همه چیز میره بر اساس اصل تخصص و تقسیم کار دیگه، و در نتیجه شرایطی رو به وجود میاره. البته اگر به عرایض اول من توجه فرمایید، ما یکسانی حتی برابری رو نمیتونیم به وجود بیاریم، برای که این با ویژگی ساختار انسان
حتی از نظر مسئله سن و ساختار طبیعت و واقعیاتی که وجود داره و موانع و محدودیتایی که هست و حتی منحصر به فرد بودن غیر ممکنه. حالا در واقع شما دارید میگید که عدالت اجتماعی به معنی برابری نیست، تناسبه. عدالت اجتماعی، نه، صحبتی همین آخر فرمودی، ما نمیتونیم برابری رو به وجود بیاریم چرا که ذات وجود انسان اصولاً با هم دیگه فرق دارن و برابر نیستن. من میخوام به یه نتیجه دیگه برسم، یعنی سوالمو اینطوری مطرح کنم خدمتتون برای ادامه فرمایشاتون. این که ما باید یک سیفتی نت داشته باشیم، یه حداقل اجتماعی رو داشته باشیم، ما به این میگیم برخورداری از عدالت اجتماعی. از اینجا به بعدش نابرابری رو که این حداقل رو به خطر نندازیم میپذیریم. ولی با قواعدی. ببینید، حتما با قواعدی. مطلبی که میفرمایید هم عرض من هست هم نیست. من در بسیاری از زمینها اصل برابری رو میپذیرم به عنوان مفهوم عدالتش کنه. یعنی فرض کنید در مقابل قانون، در مقابل دادگاه ها، در مقابل رویه‌های قضایی. یعنی شما در یه جاهایی اصلا مسئله اصلی نه تنها در مرز برابری است، در مرز یکسانی است. یعنی این مهمه. پس بنابراین وقتی من عرض میکنم برابری این رو، یعنی این تفاوت در این مسائل حقوقی نیست اصلا، در برخی از زمین ها اصلا نیست. یعنی در برخی از زمین ها اصلا یکسانی. درست مانند مطلبی که ماده اول اعلامیه حقوق بشر میگه، پیام که من شما میده چیه؟ پیام که میده این است که تعریف انسان بیولوژیکه. شما انسانید، آزادی دارید، حرمت دارید، حق دارید، عقل دارید، وجدان دارید و در مقابلش مسئولیت و تمام شده رفت. یعنی بسیار مشخص همون ماده اول که تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان میباشد و باید با روح برادری که مسئولیت ماست با هم رفتار کنند. یعنی شما در همین یه جمله مسئله برابری انسان رو میتونید کاملا حتی یکسانی رو ببینید. ولی وقتی وارد موارد بعدی میشه، شما میدید برابری رو اجازه میپذیره، یه جای دیگه برابری نه. بذارید در مثال اقتصادی که فرمودید، من چون فوق العاده برای من مهمه این نکته رو خدمتتون عرض کنم. بیاید فرض رو بر این بگیریم که ما یه حداقلی رو برای زندگی خوب داریم. فرض کنید این حداقل در یه خانواده 4 نفری در امریکا که تو مطالعات نشون میده اونور 60,000 دلاره، یا الان شده 70,000 دلار، یا فرض کن 100,000 دلاره. پس بنابراین هر امریکایی یا هر خانواده 4 نفر امریکایی با توجه به شرایط تولید ناخالص ملی امریکا، فرض کن این 100,000 رو داره، این حداقل هم است. میخواد کار بکنه، میخواد نکنه، میخواد درس خونده باشه، میخواد نخونده باشه، برای که به عنوان انسانه. چون اگرم کار نمیکنه، وظیفه ماست که به کار بذاریم. بعدش چیزی میمونه، بعد از این یه مقدار میمونه. اون تفاوتی که میمونه تفاوتی است که باید بر اساس ضرورت هیئت اجتماعی تقسیم بشه. حالا مثال عرض کنم خدمتتون. ببینید، حرفی که اقتصاد آزاد، اقتصاد بازار، اقتصاد به یک اعتبار کپیتالیستی، همون داستان ثروت ملل آدام اسمیت و اصولا پایه‌های اقتصاد سرمایه‌داری داره چیه؟ میگه ما بر اساس قوانین بازار حرکت کنیم. قوانین بازار آزاد یعنی چی؟ یعنی هیچ عرضه کننده ای توانایی تغییر قیمت رو نداره، هیچ تقاضا کننده ای نمیتونه رو قیمت اثر بذاره. بازار کاملا شفافه، حمل و نقل به راحتی صورت میگیره، دولت هم به صورت مساوی از همه حقوق این آدما در این بازار در حقیقت دفاع میکنه. خب این واقعیت نداره، تو امریکا هم نداره. شما الان توی شرکت های بزرگ هستید، کاملا رو قیمت اثر میذارید با عرضه و تقاضاتون. بنابراین به یک اعتبار چیزی به اسم بازار آزاد وجود داره، یه بازار نیمه آزادی است. حالا اشکال کار دیگه امریکا چیه؟ امریکا حرفش این است که ما سرزمین فرصت‌های برابریم. معنی فرصت‌های برابر چیه؟ یعنی من و شما در امریکا به همه میگیم بفرمایید هر کسی تا هر جایی میتونه بره. ولی خب این واقعیت نداره. چرا؟ یک، بسیاری از آدم‌ها اصلا سر خط نیستن. یعنی درست مثل یه مسابقه است که شما همه رو سر خط بگذارید، ولی بسیاری سر خط نیستن. برای اینکه به دلیل فقر، به دلیل بیماری، به دلیل گرفتاری های دیگه، بچه‌ای که به 6 7 سالگی رسیده، بهره هوشیش، امکانات در حقیقت عقلیش، شرایط خانوادگیش اصلا اون رو سر صف نمیاره. اون بچه ای بسا فرسنگ ها قبل افتاده. بنابراین ما همه یکسان سر خط نیستیم. دوم، به آدما میگن حرکت کنید،
اما صدای تفنگ رو برای یه عده زودتر برای یه عده دیرتر در میارن، بنابراین یه عده هنوز ایستادن، دیگران راه افتادن رفتن. سوم، بسیاری از این آدما وقتی که میرن در وسط راه میگن برید این کارا یا اون کارا رو بکنید، مانند دانشجویی که شما بهش میگید حالا برو و تو مثلا کارم بکن که پول در بیاری که بتونی خرج تحصیلت بدی. با فرزند من که همچی کاری نباید بکنه معلومه شرایط مساوی نره. چهارم، وقتی رسیدیم به اونجا قانون ممکنه بخواد از تو به صورت یکسان مواظبت و مراقبت بکنه یا نکنه، حالا کاری به اون ندارم، اما مهمتر یه چیز دیگه است، پاداشی که شما اونجا میذارید عادلانه و منصفانه است. یعنی چی؟ یعنی شما مثل مثالی که غالب اوقات بنده میذارم است که شما میگید به یه آقای دکتر ما $1,000 میدیم، به یه خانم پرستار $300 میدیم. کی گفته این با تقسیم بندی این باشه؟ جامعه باید نگاه کنه، اگر دید به اون خاطر $1,000 عده زیادی به سمت پزشکی میرن و عده کمتری به سمت پرستاری، باید سهم پرستار رو از 300 بکنه 500 و 600، سهم دکتر رو از 1000 بکنه 700 و 800، تا اینکه بتونه اون چیزی که احتیاج داره برآورده بشه. چون در اینجا اون فاصله رو نه زرنگی شما، نه قدرت شما در قانون گذاری، نه اینکه موضوع رو به نفع خودتون تمام کنین، بلکه ضرورت جامعه ایجاب میکنه به وجود بیاره. اونجا میشه صحبت عدالت کرد، نه اینکه شما بیاد بگید مردم امریکا، یک فرض کنید یه آدمی در امریکا $30,000-$40,000 درآمدش، این $30,000-$40,000 خرج چی میکنه؟ بیشترین خرجش خرج مصرفی است، پس همونجا مالیات مثلا در ایالت کالیفرنیا بیشتر از 10% هر چیزی که میخره رو میده. شماره یک. دو، این آدم در وضعیتی قرار میگه که وقتی فرض کنیم پیرول تکسشو میده یا تکس های دیگرشو میده، آخر کار ای بسا 30-40% پولشو داده. ولی شما ثروتمندان امریکا رو میبینید که میبینید مثل یکیشون که صحبتش مطرح بود $20 میلیون در آورده 14% مالیات داده. $20 میلیون در آورده 14%. یعنی شما چی رو متوجه میشید؟ متوجه میشید که قواعد و قوانین طوری درست کردن که یه فقیری که $40,000 در یک سال در آورده، ای بسا تا 25-30% باید بده و اون آدمی که $20 میلیون در آورده 14% میده. اما نکته یه جور دیگه نگاه کنید، این پولایی که خرج میشه به درد کی میخوره؟ این فقیر بیچاره امنیت برای چی میخواد؟ امنیت تو کوچه و خیابون خودش نداره. این فقیر بیچاره پارک میخواد برای چی؟ این وقت آزاد نداره جایی بره. این فقیر بیچاره اتوبان میخواد برای چی؟ ماشین نداره که این ور اون ور بره. این خرجا رو شما برای کی میکنید؟ این خرجا رو اتفاقا برای اون طبقه بالا میکنید. جالبه که این آدم بیاد 30-40% بده از $40,000، اون آدم بیاد 14% بده از $20 میلیون، و اسم شما بذارید عدالت. بینندگان ارجمند، صحبت های دکتر هولاکویی بسیار جالبه. بعد از بیان های بازرگانی صحبت های ایشون رو پی میگیریم. بیشان اصیل متخصص و مشاور رسمی شما از ایالت کالیفرنیا با بیش از 30 سال تجربه و صدها پرونده موفق در امور مهاجرت به آمریکا، اخذ پناهندگی، اقامت از طریق سرمایه گذاری E2 و EB5، ویزای توریستی و مهاجرتی B1 و B2، ویزای نامزدی، ویزای تحصیلی بدون تافل و IELTS، اخذ جواز اوپک از سازمان خزانه‌داری ایالات متحده برای ورود سرمایه شما به آمریکا. دفاتر در فرودگاه لس آنجلس و شهر بیولی هیلز، 310-271-3600. قابل توجه مصرف کنندگان روغن هسته انگور صدف، خواهشمند است در هنگام خرید حتما به مارک صدف در روی بطری روغن توجه فرمایید، چون به طوری که مشاهده می کنید تعدادی مارک های متفرقه از نظر طرح و شکل ظاهری فراورده های خود را به مانند صدف به بازار عرضه می کنند، در صورتی که اگر با دقت برچسب پشت بطری را مطالعه نمایید خواهید دید که روغن هسته انگور صدف 100% خالص بوده و بدون هیچ گونه مواد اضافی در دسترس شما قرار می گیرد. ولی مارک های مشابه تا 65% روغن هسته انگور می باشد و بقیه آن مخلوطی از روغن های دیگر. مطمئناً انتخاب شما از مواد غذایی خالص مزایای آن می باشد. به همین دلیل گفته می شود انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. The memory of a new beginning. The memory of joy's homecoming. The memory of a life of togetherness. The memory of leaving home behind.
memory of the first morsel. That's why we cultivate every grain with special care. Daawat Basmati. Not just a meal, it's a memory. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، طناز فتحی هستم و سالیانی است در برنامه‌های گوناگون تلویزیونی در خدمت شما. برنامه‌های من جمله در خصوص مصاحبه با کارشناسان، متخصصان، صاحبان مشاغل، پزشکان و وکلا برای ارائه خدمات و سرویس این گونه عزیزان به جامعه ایرانی. از شما دعوت میکنم برای ساخت و پخش پیام‌های بازرگانی خود با ایده متفاوت و همچنین شرکت در برنامه کارشناسان و متخصصان تلویزیون اندیشه با من تماس بگیرید. ارائه بیزینس شما در تلویزیون اندیشه نتیجه موفق و متفاوت از هر آنچه که تا کنون دیده اید خواهد داشت. مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سیدی ها و دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید. بینندگان ارجمند، برگشتیم و در خدمتون هستیم در ادامه برنامه ویژه همصدای این ساعت که در خدمت آقای دکتر هلاکویی به مسئله عدالت اجتماعی پرداختیم. خب آقای دکتر، شما در توضیحات آخرتون به نظر من خیلی وارد دیتیل قضیه شدیم و اگه ما بخوایم به این شکل جلو بریم، من فکر میکنم یه جلسه و دو جلسه هم اصلا کافی نیست. من خیلی مایلم بریم در اجزا و هیچ عجله‌ای هم برای اینکه دست از دامن شما بدارم ندارم، چون استفاده میکنم. اما به وقت توجه داشته باشیم و ببینیم که به کجا میرسیم. ببینید، این حداقل اجتماعی که شما میفرمایید، من باز مجبورم برگردم و بگم که شما معتقدید برابری در قوانین، در مقابل قوانین و قضای جامعه، یعنی حقوق قضایی، حقوق مدنی، همه اینها در بسیاری از موارد یکسانه. مواردی که یکسان نیست احتمالاً استثناءاتی است که باید اونا رو مشخص کرد. درست میگم یا نه؟ کاملا. یعنی سیستم حقوقی قانونی به نظر میرسه که بیش از هر جای دیگه میتونه با برابری به مفهوم کلیش در ارتباط باشه. بله. حالا در مورد مسئله بسیار اساسی عدالت اقتصادی که بحث بسیار اساسی است در اینجا، و ببینید، شما معتقدید به این که اگر درست نفهمیده باشم، حداقل در هر جامعه‌ای باید یک سیفتی نت وجود داشته باشه. درسته. یک سبد ایمنی برای جامعه باید وجود داشته. این سبد ایمنی چیه؟ این است که حداقل
به اصطلاح مسکن، پوشاک، تغذیه و امکانات آموزشی و پزشکی باید برای اون مجموعه‌ای که اون جامعه رو تشکیل میدن حداقلش باید وجود داشته باشه. درسته این کاملا. پس بنابراین تا اینجا درست میریم جلو. بعد شما معتقدی چون اعضای یک جامعه به هنگام تولد و در حین زندگی دچار یک نوع عقب موندگی هایی هستند یا نابرابری هایی هستند یا میشن که به خودشون مربوط نیست، ناشی از بیولوژیکه، یه علت بیولوژیک داره یا علل اجتماعی داره، جامعه باید یک ضریب اضافی رو در نظر بگیره برای اینکه این عقب موندگی رو به حداقل برسونه و جبران کنه درست؟ یعنی یه سیفتی نت ما میخوایم، ولی برای عقب ماندگان اجتماعی یا زایه دیدگان هم یک ضریبی رو میخوایم که اون ضریب بتونه کمک کنه به اون که اونها به جامعه نرمال برسن. درسته؟ تا اینجا. عملا. قسمت سومش شما اصل رقابت رو درش میپذیرید، تأثیر خلاقیت در بهره‌مندی های اجتماعی رو میپذیرید. درسته؟ من اصلا به این خوبی مطلب رو نگفته بودم. خیلی متشکرم. بنابراین خب اگر این هست، بعد شما میبینید در یک جامعه مثل جامعه ایالات متحده آمریکا، خب عدالت اقتصادی ما نمیتونیم بهش برسیم بنا به همون دلایلی که شما به تفصیل توضیح فرمودید. اگر که ما میریم نگاه میکنیم به میبینیم که قوه قضاییه یا قانون دارای اشکالاتی است که مانع از رسیدن یا لااقل حرکت جامعه بیشتر به این سوست، مثلا فرض بفرمایید در انتخاب نمایندگان ملت محدودیت انتخاب وجود نداره، یه نفر از 20 سالگیش میتونه وارد قوه قانونگذاری بشه و الان تقریبا موروثی شده، برای عده‌ای پدرشون بوده خودشون هم میشن. یکی اینه، یکی این که اون چیزی که سبب میشه به این حق اجتماعیش کسی برسه اون مسئله مالیه، مسئله فایننسه، این هم عدالتی توش نیست. میخواید این رو تغییر بدید؟ تقریبا میشه گفت غیر ممکنه. فکر نمی کنم تغییر غیر ممکن باشه. من فکر میکنم اولا من و شما داریم بحث میکنیم تغییر مدنی نه انقلابی. بدون تردید مطلبی که میفرمایید عرض من این است که ما داریم بحث میکنیم که احتمالاً به نظر من البته درست و غلط و خوب و بدا کجاست، اینکه جامعه اون رو میپذیره، موافقه، انجام میده، حاضر هزینه‌هاشو بده یه قصه دیگری است. من به دلیل توضیح فوق العاده خوبی که دادید مجبورم یه نگاه اقتصادی کوچک بکنم بعد برمیگردم سراغ این موضوع. جناب فروزنده، شما یه جامعه رو تصور کنید که مردم از حداقل آموزش برخوردار باشن یا هر جا بخوان بتونن برن، از حداقل بهداشت برخوردار باشن، غذا و شرایط خوبی داشته باشن، برای خانواده امنیت و آرامش اقتصادی وجود داشته باشه، تولید ناخالص ملی رو همین دو برابر میکنه. آخه اشکال کار در این است که ما با فقیر نگه داشتن یه عده‌ای، بدبخت و بیمار نگه داشتن یه عده‌ای، معتاد و گرفتار نگه داشتن یه عده‌ای، 2 میلیون نفر رو تو زندان فرستادن ها که زمینه ای رو فراهم نمی کنیم برای اینکه اوضاع اقتصادیمون بهتر بشه. علاوه به عنوان یه انسان چگونه میتونیم خودمون رو در بهشت بدونیم در حالی که تمام دوربر ما جهنمه؟ پس بنابراین اصلا بحث من بحث عدالت و انصاف و اخلاق و انسانیت است. بس با این است که از نظر اقتصادی میشه نشون داد این همکاری، این یاری، این رعایت حداقل برای همه مفیده. حتی امنیت و آرامش یه آدم ثروتمند رو که شب بتونه تو خیابون بره تامین و تضمین کنه. شما با آمارای امریکا نگاه کنید، وقتی اوضاع اقتصادی بده میزان جرم و جنایت چگونه افزایش پیدا میکنه، یعنی همون آدمای ثروتمند چگونه با عدم امنیت روبرو میشه. اما برگردیم سراغ مطلبی که فرمودید. ببینید قوانین امریکا به مقدار زیادی بر اساس رژیم سرمایه‌داری به گونه‌ای که همکنون هست در مسیر نسبی عدالت حرکت می‌کنه. آنچه که شما در خصوص انتخابات می‌فرمایید یه فاجعه است. یعنی انتخابات امریکا همونطور که قبلا هم در برنامه خدمتتون عرض کردم تفکیک دین رو از حکومت تا حدودی داره، اما تفکیک حکومت رو از بیزینس و پول نداره و تا زمانی که این تفکیک صورت نگیره ماجرای قدرت سیاسی تحت تأثیر کامل قدرت اقتصادی قرار میگیره و البته همچنان
رقابتی در سطوح پایین و یا در بالا با توجه به خیلی چیزا هست، ولی شما باید یه حد اقلایی که بسیار بالاست از میلیون ها دلار هم متجاوزه رو یا داشته باشید یا بتونید جمع آوری کنید تا وارد بتونید حریمی بشید که بعدن از حقوق مردم دفاع کنید. برابری اون حرفی که شما میزنید، مثلا چون دفعه قبل هم اشاره کردم با این تصمیم سوپریم کورت امریکا که واقعا شرم‌آور و ننگ‌آور هست در جهت این آزادی برای پرداخت هر چه پول بیشتر برای انتخابات ریاست جمهوری که خوشبختانه مردم متوجه شدن و امید به تغییرش هست و به اونجاست که من نگران نیستم که یه دفعه دیگه اگر تر بشه شاید بشه دگرگونش کرد رو متوجه هستم. بنابراین امریکا ساخت و زیر بنای نسبی برابری حقوقی و قانونی رو تا حدودی داره، نه کاملا داره، ولی اگر شما به اروپا تشریف ببرید میبینید کشورهای اروپای شمالی اینو خیلی بیشتر و بهتر داره، یعنی اونا خیلی نزدیکترن به اون گفتگویی که من خدمتون عرض کردم و شما اون رو به درستی خلاصه کردید، یعنی اونا به این وضعیت نزدیکترن و در نتیجه شما نگاه کنید به میزان جرم و جنایت در امریکا، نمیخوام بگم دلیلش همینه، امریکا همکنون داره در سال 25,000 نفر درش کشته میشن، بین 20 تا 25,000 نفر ظرف فرض کنید 20 سال گذشته، در حالی که در انگلستان که از نظر اقتصادی یه شباهتایی داره این جمعیت کشته شدگان در سال 200 تا 250 نفره، 25,000 در مقابل 250 تا. چی رو نشون میده؟ نشون دهنده یه جامعه است با ویژگی‌های خاص خودش که موضوع این تفاوت و تبعیضشون در اینجا کمی بیشتره، یه زمینه برای درست کنه. اصلا نمیخوام بگم این تفاوت جرم و جنایت حداقل در حد کشتار مربوط به اینه، نه، عوامل دیگر اجتماعی و روانی در اینجا تأثیر داره، ولی علتی که میخوام خدمتتون عرض کنم که از امریکا از نظر قوانین جایگاه نسبتا مناسبی داره، مثلا وقتی حقوق سیاه‌پوستان رو پذیرفت، حقوق زنان رو پذیرفت و یه مقدار همکنون در مسیر حقوق برابر در مقابل کار برابر میان زن و مرده، یعنی شما تعجب نکنین امریکا هنوز از این بابت گرفتاری داره. بنابراین ما از نظر ساختار حقوقی سیستمی که بتونه این اوضاع رو تا حدودی اداره کنه داریم، مشروط بر این که تفکیک حکومت رو از مسئله پول و بیزینس یه مقداری بتونید جدا کنید و بنابراین یه مقدار نمایندگان مردم، نمایندگان افکار و عقاید و آرزوها و خواسته و احتیاجات مردم باشن، نه شرکت‌های بزرگ، نه گروه‌های در حقیقت تأثیرگذار و یا لابیستایی که منافع خاصی رو تامین می‌کنند و در تحلیل نهایی حتی به ضرر خود امریکاست، به ضرر خود امریکاست، برای که ببینید اشکال کار این نوع تبعیض و تفاوت‌ها مسئله اخلاقی انسانی رو عرض نمی کنم، به راحتی میشه نشون داد که چگونه این همه هزینه ها رو در داخل برای حفظ امنیت داخلی و در خارج برای حفظ امنیت ملیشون باید مصرف کنن. پس بنابراین اون سیستم اونقدر مسئله نداره. امریکا به نظر من اون چیزی که همکنون به دنبالش هست در جهت یه مقدار آموزش و پرورش تا حدودی رایگان یا بیمه رایگان که این دو پایه اصلی و اساسی است و اگر در این مسیر حرکت کنه که برخلاف تصور دوستان وضعیت حتی پزشکان و بیمارستانان ما بدتر نمیشه و حتی هزینه ای که همکنون از 18% تولید ناخالص ملی است که برای بخش بهداشت و پزشکی میره که از بسیاری از کشورهای جهان حتی تا مرز دو برابره، اما اون پوشش رو نداره و بسیاری گرفتارن و بسیاری که بیمه ندارن آخر کار سم از امرجنسی ها در میارن که از اینهای هنگفت و سختی رو به همون مردمی که میخوان این پولا رو ندن تحمیل میکنن که وارد بحثش نمیخوام بشم، این آمادگی رو از نظر اقتصادی داره، ولی اشکال کار در امریکا این تفاوت درآمد هاست. من بارها رو خط رادیو تلویزیون این نکته رو عرض کردم که من اصلا قبول ندارم کار خودم به هیچ وجه ارزشش و اهمیتش 4 برابر کمترین کاری است که در امریکا وجود داره که حتی شستن دستشویی است. قبول ندارم، یعنی اینو با تمام وجودم هست و اصلا هم قبول ندارم جناب فروزنده که هیچ کس در امریکا یا حداقل یه درصد یا تا 1% قبول ندارم در امریکا هستن که کارشون 4 برابر من ارزش داره. بنابراین ارز من این است که به اون آدم اولی 1 دلار میدید، به اون حد اکثر هم 16 دلار بدید، نه اینکه به اولی 1 دلار و 10 دلار بدید، به اون بالایی ها و بسیار از این بالایی ها که هیچ کاری هم نمی کنند و مسائل مشکلاتی برای امریکا و جهان به وجود میارند و برای انسان و انسانیت، حالا یه دفعه بیاد 100 میلیون بدید، 200 میلیون بدید، به رئیس کمپانی اکسان 400 میلیون دلار بهش
بونس و حقوق بدید برای مثلا 200-250 روز که ایشون در شرکت بوده، یعنی روزی نزدیک 2 میلیون دلار به آدم بدید برای کارش. برای کدوم کار؟ آخه انصاف هم خوبه، یعنی اصلا این مغز مگر چقدر با مغز من و شما متفاوته؟ این مغز با یه آدمی که عادیه که تو خیابون میره یا همون کسی که دستشویی میشه چقدر متفاوته؟ بیا از نظر علمی این بحثو بکنیم، کاری که میکنه کجاست، نقشی که داره کجاست، اصلا به جنبه مخرب و عمومیش کاری نداره. آخه انصاف نیست، این فاصله فاصله اساسیست. به همینجاست که بحث عدالت و لغت عدالت در زبان عربی وقتی به بابهای مختلف میره از توش لغت اعتدال رو در میاره یا لغت تعدیل رو در میاره، چه باب تفعیل باشه چه انفعال، یعنی شما یه معنی دیگری داره. ما مفهوم عدالت رو در تعدیل میخوایم، در این که نه ثروتمند اونقدر ثروتمند باشه که بر اساس مطالعات علمی نشون میده ثروت بیش از اندازه فساد و تباهی میاره، همطور که فقر بیش از اندازه فساد و تباهی میاره. بنابراین نه ثروتمند اونقدر ثروتمند باشه نه فقیر اونقدر فقیر. بعد به عنوان یه انسان، جناب فروزنده، درد شما و من و درد یه بچه 3 ساله افریقایی یا ایرانی یا ژاپنی یا امریکایی به سیستم عصبی نگاه کنین عین همه. رنجی که من و شما از گرسنگی میکشیم به عنوان کلی درست مانند رنج یه آدمی است در افریقا یا فرض کنید بنگلادش از گرسنگی. آخه ما که یه انسان‌های دیگری نیستیم، ما که انسان‌های برتری نیستیم، ما که انسان‌های ظریف و لطیف و شکننده‌ای نیستیم که اونا زمختن میتونن گرسنگی رو تحمل کنن، سرما رو تحمل کنن. مثلا حیرت میکنم من و شما چگونه میتونیم اسم خودمون رو انسان بگذاریم، بعدن به بهانه این که میخواییم رشد اقتصادی داشته باشیم که تازه رشد اقتصادی رو چی داشتن؟ شما به همه جای دنیا نگاه کنید، ما این ثروت رو به ثروتمندان دادیم، اونا که دنبال منافع خودشون بودن هی کارخونه ها رو وارد کردن، دستگاه رو اتوماتیک تر کردن، از تکنولوژی استفاده کردن، کارگرها رو بیرون ریختن، آمدن انصاف داشتن، آمدن وقتی گفتن سود شرکت ما 2 برابر شد حقوق کارکنان رو هم 2 برابر کردن یا نصف کارکنان رو اخراج کردن، حقوق بقیه هم به خاطر اینکه اونا رو اخراج کردن کمتر گذاشت. مثلا باورم نمیشه کسی استدلالای بخواد از این قبیل بکنه که بازار آزاد تولید رو به وجود میاره و تعدیل رو هم ایجاد میکنه و به همه هم کار میده و به همه هم پول میده. خنده‌دار این حرفا، اینا با کدوم واقعیت ها میخونه؟ ولی وقتی آدم فریب میخوره و فکر میکنه نه من جز اون 1000می هستم که البته نمیدونه 1000م، این میدونست نمیکرد، فکر کنه من به زودی خودم میلیونر میشم پس بیزه بذار این بدبختی رو تا آخر بکشیم. بنابراین سیستم اقتصادی امریکا سیستم اقتصادی است که متاسفانه تو اون مسیر رفته. حرف دیگری که شما زدید به بحث سیاسی مرتبطه، متاسفانه به بهانه مسائل اقتصادی و امنیتی میشه گفت که ظرف اقلا 15-20 سال گذشته یا به ویژه 10 سال گذشته 10-12 سال گذشته امریکایی‌ها از یه مقدار حقوقای اساسی، حقوقای خصوصی و فردی، امنیت‌ها و دخالت‌هایی که در گذشته بخش دولتی توشون نداشت متأسفانه دور افتادن. به بیان دیگه امریکا درسته که ظرف ای بسا 200 سال از نظر پیشرفت حقوق مدنی جلو آمده، ولی به نظر من در برخی از زمین‌ها ظرف 10 سال گذشته عقب رفته و بنابراین بسیاری از حقوق و مزایایی رو که قبلا داده بود امروز هر اندازه ممکنه درصد کمی باشه اینجا اونجا از من و شما گرفته. بهانه‌ش هم مسائل مربوط به امنیت ملی بوده، ولی این امنیت ملی به دلیل ناامنی است که برای دیگران فراهم کرده، به دلیل اشتباهاتی بوده که در سطح جهانی کرده. و جالب اینه که به موضوعی مهمتر و اساسی تر توجه اعتنایی نمی کنه. در امریکا روزی 1000 نفر دارن به خاطر کشتن سیگار می میرن. من نمیخوام بگم قانونی وضع کنن و سیگار رو منع کنن، اون مسئله رو حل نمیکنه، ولی آیا نباید آموزش لازم رو داد که روزی 1000 نفر نمیرن؟ حالا شما در امریکا روزی 1 نفر امریکایی رو یک کشوری بگیره و بکشه، خواهید دید که امریکا چه قشقرقی به پا میکنه. یعنی این سیستم ها تضادشون در اینجاست که مرگ 1000 نفر هر روز و بیش از 1000 نفر این موضوعی نیست، خب به آزادی و انتخاب خودشون مرده، یعنی به همین سادگی میشه مسئله انسان حل کرد. بعد شرکت های سیگار یا تنباکو یه چنین قدرت داشت. شما نگاه کنید مطالعات نشون میده 25 سال اگر اشتباه نکنم، حالا ممکنه 23 سال باشه، 25 سال هیچ مجله و روزنامه معتبر امریکایی یک خط علیه سیگار ننوشت.
چرا؟ برای که اینا آمدن تمام کمپانی هایی که احتیاج به تبلیغ دارن، مثل کورنفلکس، مثل کالاهایی که مردم از طریق تبلیغ میخرن، اینا آمدن. فرض کنید نیوزویک، تایم، از مجلات و روزنامه های دیگر هست، همه اینا رو آمدن آگهی ها رو به اینا دادن، به این شرط که اینا هیچی راجع به سیگار نمیستن، برای که مالک اینا کمپانی های تنباکو بودن. چون اگر یک مجله جرأت میکرد یه سطر یا میخواست یه سطر بنویسه علیه کشیدن سیگار، بلافاصله تمام تبلیغات رو ازش میگرفتن. بنابراین درست است. شما میدید امریکایی‌ها چه کوشش کردن تا بالاخره تونستن تبلیغ سیگار رو حداقل از تلویزیون ها بیرون بیارن؟ از روزنامه و مجلات بیرون نیومد، از بورد هایی که دور بر شما هست بیرون نیومد. یه ماده جهنمی لعنتی که هر یه دونه نخش 7 دقیقه تا 9 دقیقه عمر یه آدم رو میگیره. 20 تا دونش که توی یه دونه بسته سیگار هست 140 دقیقه تا 180 دقیقه عمر آدم رو میگن. یعنی 3 دقیقه، ببخشید 3 ساعت عمر من شما رو میگیره. یعنی 9 ضرب در حقیقت 20، 180 دقیقه یعنی 3 ساعت. شما وقتی 3 روز این سیگار میشید، 8 روز این سیگار میشید، یه روز عمرتون کم شده است. 10 سال عمر آدم ها رو کم کردن. هزینه ای که بابت این بیماری و گرفتاری داده میشه و تخت های بیمارستان که در آخر عمر برای این آدم ها با بیماری های مختلف و متفاوتی که نمیخوام نام ببرم کسی رو اذیت کنم به وجود میاره، چه اجازه ای رو میده که شما بیاد یک چیزی داشته باشید به اسم صنعت تنباکو یا کشاورزانی که تو کار تولید سیگارن، بعد اون رو بیارن این گونه به مردم بده. بعد شما بیاید یه حتی محاسبه بکنیم، بگید آقا اگر ما یه دلار به هزینه این سیگار به عنوان تکس اضافه کنیم یه درآمدی پیدا میکنیم برای حداقل معالجه خود اینا، بعد مخالفت کنن که چرا تکس ما رو میخواید ببرید بالا، بعد این هزینه ها رو جامعه باید تحمل بکنه به خاطر کشیدن سیگار، ولی حاضر نیستن اون یه دلار رو بگیرن بعد صرف آموزش کنن. خوشبختانه با وجود تمام این بازی هایی که در آوردن، شما به اوضاع امریکا نگاه کنید، میزان مصرف سیگار جز در میان گروه خاصی کاهش پیدا کرده. اینا رو به این دلیل عرض می کنم که بحث های اقتصادی اجتماعی یه مقدار اگر ذره ظریف و دقیق باشه راههایی رو نشون میده. امریکا راه بسیار اومده ولی همچنان مسائل و مشکلات داره و در یه زمینای الگو و مدل اصلی و اساسیش میتونه بسیار از وقت اروپا باشه، برای که اروپا هم با همون ویژگی ها آمده و امروز از بسیاری جهات از یه امنیت و آرامش نسبی برخورداره، اون حرص و طمع رو به اون صورت نداره، اون حرص و طمع سبب نمیشه که در درون درگیریایی داشته باشه که امریکا داره در همه زمینه هاش، اون حرص و طمع رو چون نداره به کشورهای دیگه لشکر نمیکشه، به دنبال جنگ در سایر نقاط دنیا نیست و بنابراین یه امنیت و آرامشی رو برای خودش و دیگران به وجود بیاره. اون چیزی که شما وقتی تو اروپا میرید خیلی بیشتر و بهتر میتونید حس کنید. توضیحات جالب بود. بعد فقط سوال من در اینجا این است که نمیدونم اصلا وقت برسه که پاسخ این سوال رو بدید یا خیر. در هر جامعه‌ای نمیخوام، فکر میکنم که بحثمون ناتمامه در این مورد، ولی برای اینکه یه گوشه‌ای هم بزنم به عدالت در واقع به اجتماعی و سیاسی، عدالت سیاسی، شاید میخوام اینو مطرح کنم که تحقق عدالت اجتماعی احتیاج به نوعی سازماندهی در جامعه داره. این سازماندهی الزاماً سازماندهی دولتی فقط نیست، یعنی در ایالات متحده آمریکا که ما داریم می‌بینیم نهادهای گراسروت، اینهایی که در جامعه هستن، نهادهای کارگری و غیره و غیره، اینها ابزارهایی هستند که فشار میارن برای تحقق دموکراسی، دموکراسی اقتصادی و هر نوع. امروز جمعیت‌های مختلف زنان در واقع که همین عامل اصلی پیروزی آقای اوباما، یکی جمعیت‌های مربوط به زنان بودن و یکی اقلیت‌های قومی که در آمریکا وجود دارن. تا چه حد نقش این سازمان ها مهمه برای تحقق عدالت؟ جناب فروزنده، شما اگر یک جامعه‌ای داشته باشید که اولا اصل دموکراسی رو نپذیرید، یعنی بگید که حکومت از آن مردمه و برای مردمه، یعنی مردم هستند که از حقوقی و مزایایی و امتیازاتی و آزادیایی میگذارن و اونو در اختیار حکومت و دولت میذارن برای که آزادی و امنیت و تأمین بیشتری رو برای همه فراهم کنن،
روزی که اینو پذیرفتید شما چند تا اصل رو باید بپذیرید. اولش بدون تردید احزاب سیاسی هست، یعنی اصلا بدون حزب سیاسی به دلیل ویژگی های ساختار سیاسی در دو امروز راهی برای اداره حکومت وجود نداره. شما یک کشوری رو مجبوری از طریق سیستم احزاب سیاسی. دوم بدون تردید سندیکاهای کارگری هست، یعنی بدون اون ممکن نیست. این سندیکاهای کارمندی میتونن باشن، یعنی گروه هایی که به گونه هایی یک مقدار منافع مشترکی دارن که اون رو در چارچوب منافع اجتماعی میتونن ببینن. نکته ای که اشاره فرمودید، ما هنوز در همه جهان زنان رو در بسیاری از زمینه ها عقب تر از مردان نگه داشته ایم، بنابراین معلومه که تشکل اونها زمینه ای رو برای یه چنین جنبش و حرکتی برای رسیدن به عدالت اجتماعی فراهم میکنه. و معلومه که برای یه چنین کاری وقتی شما به اصل دموکراسی میرسید، وسیله ای که تحقق دموکراسی رو ممکن میکنه انتخاباته، و اون انتخابات آزادی است که بدون دخالت دین و بدون دخالت پول باید صورت بگیره. دو عاملی که حالا برخی از نقاط جهان هر دوتا، برخی یکی و برخی دیگری احتمالا نقش تاثیرگذار رو داره. بنابراین شما برای رسیدن به عدالت اجتماعی بدون تردید اون ساختارهایی که امروز به عنوان سازمانها، به عنوان گروهها، به عنوان انجمنها هست، همراه با این شما مجبورید این مقدار حقوق اساسی رو بپذیرید. حق اعتراضه، حق اعتصابه، حق در حقیقت به نوعی دادخواهیه، حتی مسئولیت این سیستم رو به عهده کسانی که میگیرن به دلیل اینکه خادمین مردمان در مقابلشون مسئولن. یعنی مسئله مسئولیت مطرحه، مسئله شفافیت مطرحه که خبر داشته باشن که هر کسی داره کجا قرار میگیره. به همجاست که بنده بارها عرض کردم اصلا سیستم حکومتی که درش دوربین و میکروفون نیست سیستم حکومتی نیست، سیستم فریبه. یعنی همه جا قرار است، حتی من پا رو تا اونجا پیش گذاشتم، میدونم خیلی ممکنه به این عرض من لبخندی هم بزنن و حق دارن. دو تا نماینده مجلس حق ندارن با هم حرف بزنن مگر وقتی بلندگو و دستگاه هست، برای که اون موقع بعد میتونن با هم ائتلاف کنن، با هم میتونن بازی در بیارن و سیاه بازی در بیارن. شما نماینده مردمید، در مقابل مردم حرفتون رو بزنید، برای چی به هم دیگه میگید؟ بنابراین تمام اون بازیای پشت پرده ای که امروز وجود داره رو دیر یا زود ما از بین خواهیم برد. و یه جایی میرسه، تعجب نکنید، که عشق به قدرت جای خودش رو به قدرت عشق میده، و اونجاییست که بسیاری از مردم به این نتیجه میرسن که من و شما بهترون هست، که این ماجرای قدرت رو که با خودش زحمت داره، با خودش اگر واقعا انسان احساس مسئولیت و وظیفه نکنه یک نقمت بزرگه، یه درد بزرگه، یه بدبختی بزرگه رو از خودشون دورکا ما گرفتاریم. حالا ما در دنیایی هستیم که مردم به دلیل گرفتاری و بیماری های به نظر من کودکیشون حالا به دنبال ثروتی هستن که ازش استفاده نمی کنن، به دنبال قدرتی هستن که برای خودشون دیگران در سر درست کنن، و به دنبال شهرتی هستن که بعداً باید صورت خودشون رو با عینک و کلاه و اینا بپوشونن که شناخته نشن. یعنی از یه طرف پول خرج میکنن که شناخته بشن، ولی بعداً یه کارایی میکنن که شناخته نشن. یه عده خودشون رو به قدرت میرسونن، ولی وقتی به قدرت رسیدن آنچنان ضعیفن که وقتی میخوان برن تمام دوربرشون رو باید سیکرت سرویس و نمیدونم مامورین انتظامی باشن که به وجود مبارکشون گزندی نرسه، و یه عده ثروتی رو میاندوزن که رنجی که از این پولاشون میبرن به مراتب بیشتر از رنجی است که فقرا از بیپولی میبرن. اینجا عمق فاجعه انسانی است، و اون یه بحث روانشناسی است که میشه در موردش داشت، که من و شما با این حرص به قدرت و حرص به ثروت و حرص به شهرت هم خودمون رو از پا در میاریم، هم خودمون رو به آتش میکشیم به این امید که دیگران رو گرم کنیم، هم احتمالاً دیگران رو میسوزونیم. ما در این آگاهی‌ها رو پیدا میکنیم و به اونجایی که یه مقدار بوی اخلاق و انسانیت باشه بیشتر همه جا میشه شنید. حرکت مردم ایران از انقلاب مشروطیت تا امروز برای رسیدن به یک جامعه مبتنی بر عدالت اجتماعی چگونه بوده؟ چه دستاوردهایی داشته؟ چه مشکلاتی بر سر جامعه ایران بوده؟ رابطه عدالت اجتماعی و دین چگونه است؟ دین رو اگر در محدودی قرار بگیریم، خارج از این که بتونه در حکومت دخالت بکنه، آیا مردم تا چه حد میتوانند در درون خودشون بین دین و قانون منتهی به عدالت اجتماعی ارتباط برقرار کنند؟ براستی
برای رسیدن به یه جامعه توأم با عدالت اجتماعی تا چه حد از قدرت باید استفاده کرد و تا چه حد از نیروی عشق؟ اجازه فرمایید که این بحث‌ها رو در خدمت آقای دکتر هلاکویی در برنامه هفته آینده داشته باشیم. متشکرم ایدتون. به من نفرمودید ولی با کمال میل در خدمتتون هستم، چون موضوع فوق‌العاده جالبی است. فقط امیدوارم از عهده‌اش بر بیام. شما با طرح مطالبتون به هر حال زمینه برای تفکر و اندیشه فراهم می‌کنید، ولی با کمال میل و افتخار در خدمتتون خواهم. سپاسگزارم. هر جا که هستید لب‌هاتون پر لبخند، دل‌هاتون شاد و روزگار به کام باد. مرسی دکتر. سر اومد زمستون شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، کوها لاله زارن لاله ها بیدارن، آفتابو میکارم تو کوها دارن گل گل گل، آفتابو میکارم توی کوهستون، دلش بیداره توفنگ و گل و گندم داره میاره، توی سینش جان جان جان، توی سینش جان جان جان، یه جنگل ستاره داره.